دانشجو در دانشکده حقوق دانشجوی کابل. در اینجا همه کسای صحبت کردند که در کنار نامش یک پرسن دیگر بود. ما به نوع دانشجو برای اولین بار در سال 89 با بنیاد آرمانشهر آشنا شدم. در همین سالون در یک برنامه به نام بازخوانی حافظه جمعی ما که در اوج اسد بودا و یک استاد تاریخ بود صحبت میکردم. در قسمت اینکه ما همه چیز را به یاد بیاریم، ستوری را به یاد بیاریم یا فراموش کنیم یا اینا را ببخشیم، ما آرمانشهر را یک نهاد میابم که در میان تمام نهادهایی که وقتی به وجود میاد پس از زمان داخل روزمرگی میشه و به محب میشه میره، در حالی که آرمانشهر یک نهاد هست که در میان تمام این روزمرگی وجود داره و همه میل در داخل روزمرگی حل میشه، ولی آرمانشهر آمده تا هنوز از او ارزش های صحبت میکنه که کمتر دیگر را به او پرداخته، یا اگر شرعتی که میگه در یک جامعه که همه به شکم میاندیشن یا همه به نان میاندیشن، گفتن از ارزش های والای انسانی شاید جای پای نداشته باشد، ولی آرمانشهر در طول 7 سال تقریبا در خلاف آب شنا کرده و تا آنسته این راه را به صورت درست بپیمه. من فکر میکنم که امروز که ما 7 سالگی آرمانشهر را تقریبا گویم جشن میگیریم، این بنگر عزیز که یا این نهاد یک نهاد متعهد و صادق هست در راهی که حرکت کرده است. تشکر. تشکر از جناب آقای امیدی. تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودیم. من لیست بلندبالایی از سخنرانهایی که بطول از این 7 سال با ما بودن به اختیار ما دوست ها قرار دادن، ولی لیست بسیار بلندبالایی، یعنی اگر ما سخنرانای 7 سال در این سالون می داشتیم شاید جایی برای نشستن نبود. منتها نام دوستایی که در این سالون من دیدم اونا رو همینجا می گیرم و یک تحفه بسیار ناچیزی هم در نظر گرفتیم که از نگاه مادی تحفه ناچیزی هم و از نگاه معنوی یکی از محصولات چاپی خود آرمانشهر مرقعی که مرکب از 12 تابلوی خوشنویسیه استاد نجیب الله انوریه بعد از بیرون رفتن دوستا و بیرون از سالون خدمت شما تقدیم میکنن. دو نفر از سخنانه که برنامه قبلی ما هم بودن همین لحظه در پنل حضور دارن، جناب آقای ضیا مبلغ و آقای عبدالله احمدی. آقای مجیب مهداد از دوستایی بودن که از اولین برنامه ها با ما همکار و یاور بودن و جزء سخنرانای برنامه بودن. آقای یاسین نگاه بودن که تا چند لحظه پیش در سالون حضور داشتن. جناب آقای قوری بودن که در یکی از برنامه های روبروی ما تشریف داشتن و حضور داشتن. خانم کراخل بودن که فعلا اونا داخل سالون نمیبینم اما یکی از سخنرانای ما در برنامه بودن، و خانم سمیه رامش بودن در یک برنامه، آقای مسعود حسنزاده بودن سخنران در یکی از برنامه های ما، و لیست نگم بخونده که من مجبورم دوباره لیست بکنم خدمت شما. آقای قسیم اخگر، آقای رهنورد زریاب، آقای کامران میرهزار، آقای فهیم حکیم، آقای سید قیس دهزاد، آقای فضل احمد معنوی، خانم شهلا، خانم گلاله حبیب، آقای حبیب رحیم الله سمندر، آقای آصف آشنا، آقای مبارز راشدی، خانم ارزلا اشرف، آقای باری سلام، آقای عباس سحر، آقای رزاق مأمون، خانم کاظمی محقق، آقای مجیب مهداد، آقای احمد ضیا رفعت، خانم حوریه مصدق، آقای اسمت اللهی، آقای یاسین نگاه، خانم سبرینا ساقب، آقای سید اسکر موسوی، آقای شیوا شهر، خانم ناجیه حنیفی، خانم منیژه باختری، آقای لطیف پدرام، آقای سید نورالدین علوی، خانم نسرین گروس، خانم سریا پرلیکا، خانم ویدا ساقری، خانم دیانا ساقب، خانم محشید، خانم مارینا، آقای انوری، آقای اکرام الدین حساریان، آقای زهرالله زهوری، آقای مسئول قیام، آقای خالد خسرو، خانم قرقشت سلیمان خیل، استاد امید افغان، استاد سید مسعود، استاد مسعود کابولی، استاد خلیل الرحمن خلیل، آقای هلال الدین هلال، خانم شنکه کروخیل، آقای میرحمد جوینده، آقای گلنور بهمن، مهندس احمد نواز بختیاری، آقای سید عبدالله فرامرز، آقای رمضان بشردوست، آقای پرتو نادری، آقای عزیز رفیعی، آقای عبدالرحمن هوتک، آقای دکتر نیازی، آقای محمد امین وکیلی، مولوی صاحب عبدالخبیر، آقای محی‌الدین مهدی، خانم همیرا حقمل،
آقای عبدالقیوم سجاد، آقای اسلام الدین فیروز، آقای دکتر صدیق قیام، آقای سید حسن بیرا، خانم نادیه، آقای سلطان علی، آقای محمد شریف، آقای محمد جواد سلطانی، آقای نصیر احمد فرحمند، آقای اشراق حسینی، خانم دکتر عالمه، آقای فردین هاشمی، آقای عبدالقادر رحیمی، آقای برزین خطیبی، آقای محمد رفیق شهیر، خانم فریبا حیدری، استاد داوود منیر، آقای غلام محمد محمدی، آقای میرویس یاسینی، آقای دکتر حبیب منگل، جنرال شهنواز تنی، مولانا عبدالقادر امامی قوری، آقای شاه محمود پوپل، آقای جاندار اسفنغر، آقای دکتر کنوت کریستی، آقای محمد سرور جوادی، آقای محبوب الله کوشانی، آقای اسماعیل قاسمیار، دکتر نسیم الله درمان، آقای اصیل الدین جامی، آقای عبدالظاهر فیضزاده، خانم کلثوم صدیقی، آقای حسن فرید، آقای اکبر اوریا، آقای محمد یاسین صافی، آقای محمد حکیم تورسون، خانم زبیده اکبر، آقای احسان حاجی زاده، خانم مونسه حسن زاده، آقای سید مسعود حسینی، خانم شهناز قوسی، آقای سید وحید قطاری، خانم فاطمه جعفری، آقای فرهاد مجیدی، آقای عدیلا حقمل، خانم سریا پاکزاد، خانم فاطمه جعفری، خانم مسئوله کروخی، خانم حسینه نیکزاد، خانم خیراندیش، آقای مسعود حسنزاده، خانم کارل ویلیامز، آقای عبدالواحد زیا مبلغ، خانم صدیقه نورزیان، خانم آرزو قانه، معذرت زبان چکنک شده، خانم آرزو قانه، آقای اجمل بلوچزاده، خانم رویا سادات، آقای صدیق برمک، جناب انجنر لطیف، آقای سمین نبی پور، خانم شکیلا، خانم محوش که منظور استاد محوشه، آقای مهندس عبدالجلیل صدید، خانم همیرا نکهت دستگیرزاده، آقای صاحب نظر مرادی، آقای سید اسحاق گیلانی، آقای داوود مرادیان، آقای محمد ظریف ازهر، آقای کبیر رنجبر، آقای سید ابو طالب مظفری، خانم انارکلی هنریار، آقای خلیل رومان، آقای نصیر فیاض، آقای سردار محمد رحمان اغلی، آقای احمد سعیدی، آقای پرتپال سنگپال، آقای نظری پریانی، آقای جانان موسازه، آقای سعید حقیقی، خانم ناهید احمدی، آقای ابراهیم فروزش، آقای حلیم ترکی، آقای نظیر احمد رها، خانم شکری بارکزی، آقای نعمت الله، خانم معصومه توسلی، آقای محمد عالم امینی، خانم طاهره عمر، آقای صالح سلجوقی، آقای میرویس ایوبی، آقای فرهاد مجیدی، آقای محبوب تلاش، آقای سعیدی، آقای هارون میر، آقای عبدالحفیظ منصور، آقای نعمت الله، آقای دور محمد رادمرد، آقای سید یعقوب هوشمند، آقای سید سرور حسینی، آقای صمد مشتاق، آقای محمد داوود شبرنگ، خانم شفیقه یارقین، آقای بشیر خالقی، آقای سخی غیرت، خانم فرهناز فروتن، خانم بهشت شاهین، آقای امان پویامک، آقای ذبیح‌الله یوسف‌زاده، استاد براتبی فدایی هروی، آقای نظام الدین شکوهی، آقای حیدرزاده، خانم فریده رحمانی، آقای اسدالله یوسفی، آقای علیشاه حکیمی، خانم رویا شریفی، آقای عبدالظاهر رستمی، خانم فریبا حیدری، آقای خلیل الله حسنزاده، آقای بهاءالدین تیموری، آقای جمال عبدالناصر آخوندزاده، خانم اله ساحل، آقای عبدالخالق همایی، آقای رامین عربنژاد، آقای جواد تابش، آقای خلیل رستمخانی، آقای کبیر رنجبر، آقای کاظم یزدانی، آقای اسدالله احمدی، خانم نانسی دوپره، آقای جلال نورانی، آقای محمد حسین محمدی، آقای وحید قاسمی، آقای ولیشاه بهره، آقای نقیب آروین، آقای معروف کبیری، آقای ظهور رزمجو، آقای سیف الدین سیمون، دکتر دوگلاس سالتمارش، آقای سخی منیر، آقای علی امیری، آقای عتیق اروند، آقای شعیب قریانی، خانم خالده خورسند، آقای عبدالقادر رحیمی، خانم سکینه حسینی، خانم فتانه گیلانی، خانم مزاری صفا، آقای محمد اسلم جوادی، آقای شیرخان احمد زی، خانم لوسیا درنی، امیدوارم درست بخونم نام، خانم لوسیا دلبرگر، خانم گیسو جهانگیری که مسئول آرمان شهر هم هستن و در این حال یکی از سخنان ها یکی از برنامه هم بودن، آقای علیرضا روحانی، آقای استفن اشمت، آقای اسماعیل سراب، آقای شمس جعفری، آقای علی احمد کاوه، آقای وزیر احمد خرمی، خانم شاهگل رضایی، آقای باری سلام، آقای صدیق الله توحیدی، آقای شاه حسین مرتضوی، آقای ملک شفیعی، خانم فوزیه کوفی، آقای عبدالجبار ثابت، پهنیار، سید مجنون مصطفی، خانم جمیله عمر، خانم همیرا قادری، آقای علی امیری، استاد عالم فرهاد، آقای جاوید فرهاد،
خانم زوفرون، حسام ناطق، آقای دین محمد خواهانی، خانم مریم امواج، آقای وحید الدین ارغون که در سالن حضور دارن، آقای سمیع الله سیمون، آقای صالح محمد خلیق، آقای عفیف باختری، آقای تقی واحدی، خانم فرخنده رجبی، آقای نسیم بهمن، آقای حیات الله جوادی، آقای ناصر امینی، خانم زهرا احمدی، خانم ملاله عثمانی، آقای حسین شهیدی، آقای رضا حسینی، آقای غلام حیدر علامه، آقای گلین پوسونی، آقای مشعل افروز، آقای عبدالحمید سحاق، آقای جمیلی، آقای آقا محمد کاکر، آقای الیاس یورش، خانم فاطمه صادقی، آقای رامین مظهر، آقای نیما آسی، خانم نرگس نوروزی، آقای آسرالحق حکیمی، خانم هدربار، آقای احمد بهزاد، آقای آذریون متین، آقای سید عمر صبور، خانم خالده فروغ، آقای کاوه جبران و آقای منوچهر فرادیس. همکاری و همیاری تمامی عزیزان در طول این 7 سال به دیده قدر می نگریم. امیدواریم که در طول سالهای آینده یار و یاور و همراه ما باشن و این روند همکاری بین ما و اینها ادامه داشته باشن. با تشکر میکنم از سخنران جلسه امروز جناب آقای ضیا مبلغ، آقای عبدالله احمدی و خانم همیرا قادری که تشریف بردن و تقاضا میکنم که